دو وکیل دادگستری به نام مصطفی نیلی و آرش کیخوسروی و مهدی محمودیان فعال حقوق بشر که در بازداشت هستند تا یه نامه از نحوه بازداشت و سلب حقوق شهروندیشان شکایت کردند. این سه نفر به دنبال مرگ و میر افسار گسیخته ناشی از کرونا و خسارات مالی که مردم ایران تجربه کردند به خصوص در تابستان گذشته قصد داشتند که از آیت الله خامنهی رهبر حکومت ایران و رئیس جمهوری وقت حسن روحانی و ستاد ملی کرونا شکایت کنند اما در روز 26 مرداد ماه در تهران بازداشت شدند قبل از آنکه فرصت کنیم شکایت من را تکمیل و آن را به ثبت برسانیم پانزده نفر از معمورین حفاظت اطلاعات قوه قضایی با خشونت و بدون مجوز قانونی به طرز ناشایستی وارد دفتر کارمان شده و بعد از حدود سه ساعت جدال بی حاصل برای جلوگیری از طرح شکایت و عقص تعهد و همینطور رسیدن دستور قضایی ورود بازداشتمان کردند. این سفعال سیاسی و وکیل دادگستری در نامه اعتراضی خود نوشتند به مدت 33 روز در بند 241 حفاظت اطلاعات قوه قضایی با شرایط امنیتی و بدون حق تماس با خانواده و وکیل زندانی بودند. تابستان گذشته تعداد زیادی از خانواده های قربانیان کرونا آیت الله خامنه رهبر حکومت ایران را مسئول مرگ و میر بالای کرونا معرفی کردند. از آنجایی که با فرمان آیت الله خامنه ای در آذر ماه سال گذشته مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن های تولید انگلستان و آمریکا دولت ایران نتوانست واکسن های مورد نیاز کشور را تامین کند البته واکسیناسیون به لطف واردات واکسن غالبا چینی در ماه گذشته سرعت پیدا کرده هرچند بسیاری این حجم بالای واردات واکسن را با خسارات جانی و مالی که کرونا در ماه‌های گذشته به بار آورده نوشدارو پس از مرگ سهراب توصیف کردند طبق آمار منتشر شده از وزارت بهداشت ایران تا دیروز یک نزدیک به 19 میلیون نفر به طور کامل در ایران واکسینه شدند. وزارت بهداشت ایران پیشتر جمعیت گروه هدف واکسیناسیون را 61 میلیون نفر اعلام کرده بود. به این ترتیب 31 درصد از این گروه تا کنون به طور کامل واکسینه شدند. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران تا هفته گذشته، آمار مرگ و میر ناشی از کرونا روندی نزولی پیدا کرده بود و به زیر دویست نفر در روز رسیده بود. اما آمارهای منتشر شده دیروز دوباره موجب نگرانی بسیاری شده. طی 24 ساعت بیش از 277 نفر بر اثر کرونا جان باختند. البته صحت آمارهای وزارت بهداشت ایران از ابتدای دوران همگیری کرونا از طرف نهادهای دولتی و مستقل زیر سوال رفته است. روز یک شنبه کمال حیدری معاون وزیر بهداشت خیز جدید کرونا در ماه آینده در ایران را محتمل دانست و از تجمعات و مسافرت های اخیر که عاملی برای شیوع بیشتر ویروس است انتقاد کرد شاید منظور آقای حیدری سفر زائرین عراق برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین باشد برگزاری مراسمی که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران بر آن تاکید و با مقامات عراقی در موردش رایزنی کرده بود مهران کریمی رادیو فردان